سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان. من سروش مسعودی هستم، معامله‌گر و تحلیلگر بازار بین المللی فارکس. توی این آموزش قصد دارم به شما پرایس اکشن و سبک آی‌سی‌تی رو آموزش بدم. اول از همه باید درباره آی‌سی‌تی بدونیم و اینکه اصلا پرایس اکشن چی هستش. پرایس اکشن در معنای لغتی به معنی بررسی رفتار قیمته. یعنی ما فقط به قیمت باز شدن، بسته شدن پایین ترین قیمت و بالاترین قیمت یک ارز یا یک دارایی نیاز داریم و به هیچ چیز دیگه در کل نیاز نداریم هیچ اندیکاتوری نیاز نیست هیچ اسیلاتوری نیاز نیست هیچ داده به جز خود قیمت ما نیاز نداریم پرس اکشن سبک های متفاوتی داره اولین سبک آی سی دیه، دومیش آر و سومیش اسمارت مانیه که خود اسمارت مانی زیر شاخه و ترکیبی از آی سی تی و آر تی امه. ولی در اصل میشه گفت که اسمارت مانی از آی سی تی زاده شده که سبک معاملاتی ما توی این آموزش پرسکشن آی سی تی بنیانگذار این سبک آقای مایکل هادلسون هستن که با اسم دینر دی سیرکر تریدر یا همون آی سی تی شناخته میشن اینجا برامون سوال پیش میاد که چرا سبک آی سی تی؟ چرا بقیه سبک نه؟ پرس اکشن سبک آی سی تی به اولین چیزی که تمرکز داره شکار نقدینگیه. آیا هادلسون بر این نظره که بانک ها و مؤسسات مالی بزرگ میان مناطق خرید و فروش جلی رو ایجاد میکنن که تریدرهای خرد رو یا همون ریتیل تریدرها رو به اشتباه میندازن و باعث میشن که تریدرها وارد معامله اشتباهی بشن و به جای اینکه توی بازار سود بگیرن ضرر بدن و سود اصلی رو همون مؤسسات و بانک های بزرگ میبرند در اصل پس ما توی سبک آی سی تی دنبال این هستیم که مثل یک شکارچی مثل یک معاملگر سازمانی یا بانکی بیایم و این مناطق خرید و فروش رو شناسایی بکنیم و همراه با سازمان ها وارد معامله بشیم پس ما تا اینجا فهمیدیم که چرا سبک آی سی تی رو باید انتخاب بکنیم و این سبک چه مزیتی نسبت به بقیه سبک ها داره با من همراه باشید در درس بعدی ما مفاهیم اصلی آی رو با همدیگه شروع می و بیس و شالوده ی کار ما خواهد بود در بازارهای مالی ما مفهومی رو داریم به نام سایکل یا چرخه بازار که چهار تا جزء اصلی داره و کل بازار حول محور همین چهار جز داره میچرخه و کلا حرکت میکنه اولین مفهوم ما تجمیع دومی مفهوم ما باز تجمیع سومین سایکل ما توزیع و چهارمین و آخرین سایکل ما باز توضیح. بعد از باز توزیع دوباره همین چرخه ادامه پیدا میکنه و به تجمیع باز تجمیع توزیع و باز توزی میرسه برای درک بهتر این چرخه به این دیاگرام توجه کنید توی بازار ما همیشه این حرکات رو داریم میبینیم. قیمت به سمت بالا حرکت میکنه، یه جا درجا میزنه، دوباره به سمت پایین حرکت میکنه، درجا میزنه، مجدد دوباره درجا میزنه، حالا یا به سمت بالا یا به سمت پایین حرکت میکنه. اولین چرخه ما چرخه تجمیع هستش. جایی که خریداران قدرتشون رو جمع میکنن، وارد بازار میشن و بعد از اون بازار به سمت بالا حرکت میکنه. در فاز بعدی ما وارد باز تجمیع میشیم جایی که خریدارانی که در فاز قبلی وارد بازار شده بودن یه تعدادیشون میان و سفارشاتشون رو میبندن در حقیقت سیو سود میکنن و یه مقدار از اون سودی که از حرکت قیمت گرفته بودن رو خارج میکنن که همین کار باعث درجا زدن قیمت میشه و قیمت توی یک منطقه به قول معروف گیر میکنه بعد از اینکه باز تجمی صورت میگیره خریداران اصلی مجدد دوباره وارد بازار میشن فرصت هایی رو دوباره توی بازار میبینن و خریدشون رو انجام میدن که باعث میشه قیمت به سمت بالا حرکت میکنه سومین چرخه ما توزیعه جایی که خریدارانی که در فاز تجمیع و باز تجمی وارد بازار شده بودن حالا دیگه سودشون رو کامل از بازار گرفتن و قصد دارن که معاملات خودشون رو ببندن و از بازار خارج بشن باعث میشه که قیمت به سمت پایین حرکت میکنه و ما دیگه اون رشد قیمت رو شاهد نیستیم همونجوری که میدونید ما توی بازارهای مالی هم از بالا رفتن قیمت میتونیم سود بگیریم و هم از ریزش قیمت میتونیم سود بگیریم و همون اتفاقی که برای تجمیع افتاد و باز تجمیع صورت گرفت همون اتفاق برای توضیع اتفاق میفته و باز صورت میگیره به این دیاگرام به این چارت خوب نگاه کنید در این قسمت ما فاز تجمیع رو داریم همونجوری که میبینید قیمت داره یک سری بالا و پایین هایی رو ثبت میکنه که ما در بازارهای مالی بهش میگیم کف و سقف که در آینده بیشتر باهاشون آشنا میشیم بعد از اینکه این, این تجمیع صورت گرفت و تکمیل شد قیمت رشد اصلی خودش رو ادامه میده توی این حالت ما باز تجمیر رو دوباره شاهد هستیم خریدارانی که توی این حرکت سعودی قیمت یا توی تجمیع قبلی خریدشون رو انجام داده بودن ممکنه که مقداری از اون سفارشی که ثبت کرده بودن رو نقد بکنن سودشون رو جمع بکنن تا در جای مناسبتر دوباره وارد بازار بشن زمانی که دوباره وارد بازار میشن قیمت به سمت بالا حرکت میکنه و بعد از اون ما شاهد توزیع هستیم همونجوری که توی این قسمت میبینید قیمت به سمت پایین حرکت کرده یعنی ما یک توضیعی رو داشتیم و دوباره شروع کرده به حرکات کوچیک و به قول معروف رنج زدن بعد از اینکه قیمت توزیع میشه و فروشندگان وارد بازار میشن ما ریزش قیمت رو مجدد شاهد هستیم در این قسمت ما یک تجمیعی رو میبینیم که باعث رشد قیمت میشه ولی با این تفاوت که دقت کنید ما هنوز باز رو نداشتیم پس انتظار داریم که در این محدوده ما شاهد باز باشیم و بعد از اون دوباره قیمت به سمت پایین حرکت میکنه یعنی اینکه فروشندگان اصلی بازار مجدد در این قیمت ها وارد بازار میشن این چرخه بازار مدام ادامه داره و شما در تمامی چارت ها میتونید این چرخه رو ببینید توی درس های بعدی بیشتر با این فازها آشنا میشیم و میتونیم آموزش ببینیم و میتونیم این رو لمس بکنیم که کجا ما باید وارد بازار بشیم ما چطور باید تشخیص بدیم که قیمت می‌خواد به سمت بالا حرکت بکنه یا به سمت پایین خیلی خوش اومدید به فصل دوم فرای سبک آی سی دی. توی این فصل با هم دیگه مقدمات تحلیل تکنیکال رو آموزش می‌بینیم توی این فصل ما کندل شناسی روان شناسی کندل مفهوم روند و مفهوم سوینگ رو آموزش میبینیم درس اولمون کندل شناسی هستش به این تصویر خوب دقت کنید این قسمت رو ما کندل نامگذاری میکنیم و رنگ کندل ها بر اساس باز شدن و بسته شدنشون متفاوته اگر که باز شدن کندل ما این قسمت فرض بشه و بسته شدنش رو این قسمت فرض کنیم ما یک کندل سعودی داریم که با رنگ سبز دیده میشه و نشون دهنده بالا رفتن قیمت برای ماست. این دو قسمتی که مشاهده می کنید به اسم سایه بالا و سایه پایین بالاترین و پایینترین قیمتی رو به ما نشون میده که اون ارز اون نماد به خودش دیده ولی در زمان بسته شدنش یک جای دیگه ای بسته شده و مثلا توی این قسمت ما بسته شدن کندل رو می بینیم. برای کندل نزولی هم به همین صورته با این تفاوت که باز شدن کندل نزولی از بالاست و بسته شدنش به سمت پایینه که خب نشون دهنده ی روند نزولی برای ماست کندل نزولی هم مثل کندل سعودی سایه بالا و سایه پایین داره با هم دیگه میریم روی چارت چند نمونه کندل رو میبینیم تا مفهوم برای ما بهتر جا بیفته همون جوری که توی نمودار دارین همراه من میبینید چارت ما تشکیل شده از تعداد زیادی کندل هستش و هر کندل نشون دهنده یک تایم فریم برای ماست تایم فریم چیه تایم فریم میاد این رو به ما نشون میده که هر یک کندلی که ما داریم روی چارتمون میبینیم چه بازه زمانیه برای مثال هر یک کندلی که ما الان در این قسمت از چارت میبینیم معادل با یک ساعت هستش یعنی اگر که ما سه کندل رو در نظر بگیریم این بازه زمانی که این توی این قسمت از نمودار اتفاق افتاده سه ساعت در نظر گرفته میشه کندل ها شکل های متفاوتی دارن میتونه بدنشون خیلی بزرگ باشه میتونه بدنه کوچیکی داشته باشه با سایه های بلند میتونه صعودی باشه و میتونه نزولی باشه شاید براتون سوال پیش بیادش که این قسمت که چارت خیلی نوسان قیمتی زیادی نداشته به این کندل چی گفته میشه این کندل ها کندل های دوجی شکل هستند و نشون دهنده بی تصمیمی بازار و یا تعادل در بازار هست که در آینده بیشتر ما با این تعادل آشنا میشیم. به فرض مثال اگر که من تایم فریمم رو تغییر بدم و از یک ساعته به پنج دقیقه چارتم رو عوض بکنم هر کندلی که ما روی چارت میبینیم نشون دهنده پنج دقیقه است. همون جوری که میبینید قیمت باز شدن رو داریم و قیمت بسته شدن. گاهن ممکنه قیمت سایه بالا یا سایه پایین نداشته باشه و این هیچ اشکالی نداره. هر چی بدنه یه کندل یعنی این قسمتی که توپر هستش بزرگتر باشه قدرت بیشتری رو داره به ما نشون میده و اعتبار اون کندل رو برای ما بالاتر میبره حالا که کندل رو شناختیم و فهمیدیم که چه کاربردی واسه ما توی بازار داره با هم دیگه سراغ درس بعد میریم و روانشناسی کندل رو دنبال میکنیم توی این بخش می‌خوایم با هم دیگه ببینیم روانشناسی کندل چی هستش و چطور به ما کمک میکنه روانشناسی کندل برای این کاربرد داره که ما تصمیم معامله گرها رو توی اون تایم فریمی که داریم کندل هامون رو مشاهده میکنیم بتونیم متوجه بشیم هر کندل رو ما به سه قسمت فرزی تقسیمش میکنیم خوب به این دیاگرام دقت کنید از سایه بالا تا سایه پایین رو ما 100 درصد و 0 درصد نامگذاری میکنیم وسط این دوتا رو 50 درصد در نظر میگیریم و ما سه مدل تقسیم بندی داریم ممکنه که کندل ما کمتر از 50 درصد بسته بشه یعنی از جایی که باز شده تا جایی که بسته شده زیر محدوده ی 50 درصد ما باشه ممکنه که بالای محدوده ی 50 درصد ما باشه و یا ممکنه که کندل ما نزولی باشه و تقریبا هول و پنجاه 50 درصد بسته بشه هر کدوم اینها نشون دهنده یک نشون است واسه ی ما توی بازار یعنی چی زمانی که ما کندلی رو داریم که زیر 50 درصد بسته شده به این معنیه که ما قدرت کمی رو از اون کندل شاهد هستیم چه برای صعودش چه برای نزولش اگر که بیشتر از 50 درصد کل سایز کندل ما بدنه داشته باشیم و بسته شدنش رو شاهد باشیم میتونیم بگیم که کندل معتبری رو داریم و قدرت کندلی ما بالاتر هست حالا اینجا واسه همون سوال پیش میاد که روانشناسی کندلی رو ما چجوری باید ازش استفاده بکنیم به دو حالت هستش حالت اول وضعیت هر کندل نسبت به خودش که همونجوری که گفتیم میتونه کمتر از 50 درصد بسته بشه بیشتر از 50 درصد بسته بشه و یا حتی 100 درصد بسته بشه حالت بعدی این هستش که وضعیت هر کندل رو نسبت به کندل قبل از اون می سنجیم و این رو دقت می کنیم که آیا قدرت ما کم شده یا زیاد شده توی این شکلی که الان داریم می بینین ما این قسمت رو در نظر می گیریم کندل ها رو نگاه کنید ما توی این قسمت کندلی داریم که با قدرت زیادی حرکت کرده بالای 50 درصد بسته شده و میشه گفت نسبتاً فول بادی هستش ولی توی دو تا کندل بعد از اون ما یک سایه بلند داریم به سمت بالا یک سایه بلند داریم به سمت پایین و بدن یک کندلیمون خیلی کوچیک میشه در نتیجه میتونیم این نتیجه گیری رو از بازار داشته باشیم که اینجا میتونه بازار برای ما یک نقطه چرخش حساب بشه و بعد از اون این کندل فول بادی به سمت پایین رو داریم که شاهد نزول قیمت هستیم و اینجا میتونیم توافق بکنیم که قیمت ما از این محدوده احتمالاً میچرخه و از سعود به نزول تغییر پیدا میکنه کاربردش حالا چی هستش اینکه ما روانشناسی کندل رو بدونیم چه کاربردی برای ما داره موقعی که ما معامله و تحلیل میکنیم نیاز داریم که تأییدیه‌ای برای ورود به معامله داشته باشیم در حقیقت ما به یک ماشه نیاز داریم که اون ماشه رو بکشیم و معامله ما باز بشه روانشناسی کندلی این ماشه رو به ما میده و به ما این اطمینان رو میده که با دقت بیشتری بتونیم تحلیل بکنیم و حرکت آینده بازار رو بهتر بتونیم بشناسیم. با همدیگه روی چارت میریم چند نمونه از این مثال ها رو برای روانشناسی کندل میبینیم. وقتی که توی این نمودار ما هستیم یک وجه تشابهی رو ما میتونیم ببینیم و اون اینه که حرکت های اصلی ما معمولا با کندل های بزرگ و فولبادی اتفاق میافته و زمانی که قیمت میخواد نقطه چرخشی رو به ما بده کندل ها کوچیک میشن و این نشونه رو به ما میدن که احتمالا اینجا ما یک نقطه چرخشی رو خواهیم داشت همونجوری جوری که میبینید قیمت رو به بالا بوده کندل های تقریبا داجه شکلمون رو دیدیم و بعد از اون یک ریزشی رو تجربه کرده قیمت و قیمت منفی بسته شده و نزول داشته به همون جوری که میبینید بعد از اون ما حرکت روبه پایین قالب بوده به نسبت حرکت روبه بالا. توی تمامی این نقاط چرخش ما کندل های داجی شکل رو داریم میبینیم. این یعنی اینکه ما سرعتمون کم شده و احتمالا توی این نقطه چرخش خواهیم داشت. این طوری در نظر بگیرید که شما سوار یک ماشین هستید موقعی که به یک پیچ میرسید مسلما با همون سرعت اون پیچ رو نمیپیچید و سرعتتون رو کم میکنید ما توی چارت همچین نقاطی رو که میبینیم به معنی تغییر سرعت، تغییر شتاب توی مارکت داریم بهش نگاه میکنیم و اون رو نقطه چرخش در نظر میگیریم. این که ما یک نقطه چرخش رو داشته باشیم این کمک رو به ما میکنه که توی مفهوم بعدی که قراره با هم دیگه یاد بگیریم که روند هستش اینجوریه که به ما این نشونه رو میده که روند ما الان کجا میخواد تبدیل بشه از سعودی به نزولی از نزولی به سعودی و یا حتی خونسا توی درس سوم ما با هم دیگه میخوایم مفهوم روند رو بررسی بکنیم به این دیاگرام خوب دقت کنید. توی این محدوده ما این روند رو روند سعودی نامگذاری میکنیم روند سعودی به روندی گفته میشه که ما کفهای بالاتر از کف قبلی و سقفهای بالاتر از سقف قبلی داریم. به این قسمت های چارت ما میگیم کف و به این قسمت ها میگیم سخف همون جوری که میبینید ما یک کفی داریم به کف ها از کف قبلی بالاترن و سخف هایی رو داریم که از سخف های قبلیمون بالاترن برعکس اون میشه روند نزولی یعنی اینکه ما کفی پایین تر از کف قبل داریم و سقفی هم پایین تر از سقف قبل داریم و به این مدل ما روند نزولی میگیم حالا اینجا واسه ای ما سوال پیش میاد اگر که روند ما سعودی نبود یا نزولی نبود اون موقع اسمش چیه بهش روند خونسا گفته میشه به مناطقی که توی دیاگرام واسطون مشخص کردم خوب دقت کنید تمامی این مناطق روند خونسا هستن یعنی چی یعنی اینکه ما نه کف بالاتری از کف قبل داریم و نه سقفی بالاتر از سقف قبل داریم و این نشون دهنده یک روند خونسا و یا به اصطلاح رنج گفته میشه. در حقیقت ما میتونیم بگیم که توی روند خونسا ما کف و سخف های برابری رو داریم و شاهدش هستیم. برای اینکه درک خیلی بهتری داشته باشیم از روند با هم دیگه به این عکس از چارت نگاه میکنیم. همونجوری که مشاهده میکنید توی این قسمت ما یک سری کف قیمتی داریم و بعد از اون ما یک سری سخف های قیمتی رو شاهد هستیم. همونجوری که طبق تعریفمون بود سقف ها بالاتر از سقف قبلی و کف ها هم بالاتر از کف قبل هستند. پس میتونیم توافق بکنیم که این روند یک روند سعودی هستش. ما از این نواحی رنج کوتاه مدتش چشم پوشی میکنیم و تصویر بزرگ چارت مد نظرمون هستش. مثال بعد راجع به روند نزولیه. همین قسمت میتونید ویدیو رو پاز بکنید و خودتون تشخیص بدین که سقف های قیمت کجاست؟ و کف های قیمت کجاست. توی این قسمت ما سقف های قیمتی رو شاهد هستیم که هر کدوم از سقف قبلی پایین تر و همینطور کف ها. کف ها هم از کف قبلی پایین مثالی که واسه روند رنج داریم به این صورته. ما اینجا نمیتونیم کف و سقفی رو در نظر بگیریم که بالاتر از کف قبلی یا بالاتر از سقف قبلی باشه همونجوری که میبینید تقریبا هم سقف ها و هم کف ها تقریبا توی یک محدوده هستن و ما این رو میتونیم حتی با یک مستطیل یا با یک خط به هم دیگه وصل بکنیم و مثل حالت یک مستطیل برامون به دست میاد حالا با هم دیگه روی چارت میریم و نمونه مثال هایی رو روی چارت میبینیم به این قسمت از نمودار خوب دقت کنید همون جوری که طبق تعریفمون بود ما یک سری کف هایی رو داریم که بالاتر از کف قبله همینطور یک سری سخت هایی رو داریم که بالاتر از سقف قبله. پس میتونیم توافق بکنیم که توی این قسمت از نمودار ما یک روند صعودی داریم. این همینطور ادامه پیدا میکنه تا ما به این قسمت میرسیم. توی این قسمت ما دیگه کف و سقف هامون سقف بالاتری نمیسازه. ببینید سقف بعدی ما تقریبا همراستا و یا حتی پایینتره ولی کف قیمتی ما داره یک قیمت جدید رو واسه ما ثبت میکنه و همینطور که میبینید کف ها از کف قبل دارن تشکیل میشن و برای سقف ها هم همین صدق میکنه سقف های ما دارن سقف های از سقف قبلی واسه ما میسازن اینجا سقف ها از سقف قبل کفها هم پایینتر از کف قبل پس ما توی این قسمت از نمودار روند سعودی رو اینجا شاهد هستیم و روند نزولی رو توی این قسمت شاهدیم برای درک بهتر این موضوع با همدیگه به درس بعد میریم و مفهوم سوینگ رو داریم سوینگ به چه معنیه؟ سوینگ به ناحیه چرخش قیمت گفته میشه ما دو مدل سوینگ توی بازار داریم سوینگ ماجور و سوینگ مینور سوینگ ماژور سوینگی هستش که در حرکات بزرگ قیمت اتفاق میافته و کف و سقف های اصلی بازار رو تشکیل میده و سوینگ مینور تقریبا میشه گفت که وسط روند اتفاق میفته و حرکت های کوچیکتری هستش برای درک بهتر این موضوع به این دیاگرام خوب دقت کنید سوینگ های ماژور رو با رنگ قرمز بهتون نمایش دادم که همونجوری که میبینید کف و سقف های اصلی بازار هستن و حرکات بزرگی رو ما از اونها شاهدیم و با دایره های آبی رنگ ما سوینگ های مینور رو داریم میبینیم و حرکت های کوچیک تر قیمت هستن در اصل سوینگ ها نقاط چرخشی هستن که ما با روانشناسی کندلی که آموزش دیدیم اونها رو میتونیم توی بازار لایف تشخیص بدیم و تشخیص بدیم که سوینگ ماجور کدومه و مینور کدومه واسه یه درک بهترش به این مثال خوب دقت کنید دایره های قرمز سوینگ ماژور واسه ما حساب میشن و دایره های آبی رنگ برای ما سوینگ های مینور قیمتی هستند. واسه درک بهتر موضوع با هم دیگه روی چارت میریم و چند تا مثال میبینیم. توی این قسمت از بازار، توی این قسمت از چارت، ما سوینگ های متفاوتی داریم. مثل این سوینگ، این سوینگ، این سوینگ. این ستا سه سوینگ واسه ما سوینگ ماجور حساب میشه همینطور این سوینگ رو هم حتی ما میتونیم در نظر بگیریم توی معنای لغوی هر جا که شما نقطه چرخشی توی بازار دیدید چه در حال حاضر بازار و چه در گذشته بازار به معنی سوینگ هستش و حرکت قیمت رو به ما نشون میده نقطه چرخش قیمت رو به ما نشون میده قسمت سبز رنگی که واسه مشخص کردم سوینگ های ماجوره و قسمتی که به رنگ قرمز براتون مشخص میکنم سوینگ مینور واسه ما حساب میشه سوینگ هایی که حرکت کوچیکی دارن سوینگ هایی که حرکت اصلی بازار برای ما نیستن و تعدادشون اصولا بیشتر از سوینگ های مجار قیمت واسه ما این حرکات این سوینگ ها همچنان ادامه پیدا میکنن و شما به کررات اونها رو توی بازار میتونید ببینید مثال اش این قسمت میشه که ما توی این قسمت سوینگ ماژوری رو داریم و همینطور سوینگ مینورمون این محدوده حساب میشه امیدوارم که مفهوم به خوبی براتون جا افتاده باشه و حتما تمرین هایی که در آخر فصل بهتون داده میشه رو انجام بدین تا نتیجه خیلی بهتری برای شناسایی روند ها و سوینگ ها داشته باشید با فصل سوم از آموزش پرایس اکشن سبکی آی سی تی در خدمتتون هستم توی این فصل قراره که با هم دیگه مبانی تحلیل پرایس اکشن رو آموزش ببینیم. این مبانی از جمله خط روند، قدرت روند، انواع حرکت قیمت، اوردر بلاک ها و شکست سطوح رو شامل میشه. دعوتتون میکنم با هم دیگه به درس اول بریم از این فصل و با مفهوم خط روند آشنا بشیم. خط روند به خطی گفته میشه که در روند سعودی کف ها رو ما به هم دیگه متصل میکنیم و از وصل شدن این کف ها به هم دیگه یک خط روند سعودی رو ما داریم و همین قانون برای روندهای نزولی تکرار میشه با این تفاوت که توی روند نزولی ما سخت های قیمتی رو به هم دیگه متصل میکنیم اینجا جا داره که من یه نکته ای رو خدمتتون ارز بکنم و اون این هستش که اگر خط روند شما از یک ناحیه مینور یا یک سوینگ مینور به یک سوینگ ماجور وصل بشه اعتبار خیلی بهتر و بالاتری داره که توی مثال های آینده بیشتر باهاش آشنا میشیم همونجوری که توی این مثال میبینید ما یک روند سعودی رو داریم و با وصل کردن کف های مینور و ماجور به هم دیگه یک سری نواحی برخورد رو داریم که این نواحی برخورد در آینده میتونن ناحیه ورود برای ما باشن خیلی به این قضیه دقت کنید که ما توی روند سعودی فقط کف ها رو به هم دیگه متصل می کنیم و کاری به سقف ها نداریم به خاطر اینکه بالاتر از سقف قبلیمون ما همیشه یک سقف داریم و توی لایو مارکت ما نمیتونیم اون رو شناسایی بکنیم و بدونیم که حدودا کجا میشه واسه ما توی روند نزولی هم ما میتونیم همچین خط روندی رو رسم بکنیم که همون جوری که بینید یک شکستی توی این قسمت اتفاق افتاده و اعتبار خط روند ما رو پایین آورده به همین دلیل هم هستش که ما میگیم اگر که خط روند ما از یک ناحیه مینور شکل بگیره و ترسیم بشه دید بهتری به ما میده و خطای تحلیل ما رو کم میکنه خط قرمزی که دارین مشاهده میکنید یک خط روند تقریبا غیر استاندارد و خط سبز رنگ یک خط روند استاندارد هستش با هم دیگه روی چارت میریم چند نمونه خط روند رو رسم میکنیم تا تمرین بهتری برامون باشه بنابر تعریفی که ما از خط روند داشتیم اینجای چارت که قیمت حالت سعودی داره واسه یه رسمش ما باید کفهای قیمتی رو به همدیگه متصل بکنیم من ابزار خط رو انتخاب میکنم از سوینگ پایینمون میگیرم و کفهای قیمتی رو به همدیگه متصل میکنم همینجوری که میبینید قیمت زمانی که به این خط برخورد میکنه یک حرکت روبه بالایی رو ادامه میده که این میشه خط روند سعودی برای ما همین گزینه برای روند نزولی هم صادق هستش برای روند نزولی ما سخت های قیمت رو در نظر میگیریم همونجوری که میبینید من با وصل کردن این سقف ها به هم دیگه یک خط روند نزولی دارم نکته که داره اینه که خط روند ها به هم دیگه تبدیل میشن یعنی اگر که ما یک خط روند نزولی رو داشته باشیم و این خط روند ما شکسته بشه بعد از اون روند ما سعودی و بالعکس اگر که ما یک روند سعودی رو داشته باشیم و خط روند ما شکسته بشه اون رو روند نزولی در نظر میگیریم و میتونیم بگیم که روند ما تغییر کرده که توی درس های بعدی ما راجع به شکست بیشتر صحبت میکنیم نکته ای که این قسمت وجود داره اینه که برای روند های رنج ما نمیتونیم خط روند رسم کنیم به خاطر اینکه کف و سخف هامون تقریبا میشه گفت همراستای همدیگه هستن و توی حالت رنج ما یا نمیتونیم خط روندی رو رسم کنیم یا اگر که خط روندی رسم بکنیم احتمالا به صورت یک مستطیل و دوتا خط موازی با همدیگه واسه ما رسم میشه برای مثال ما توی این قسمت از شارت نمیتونیم خط روندی رسم کنیم به این دلیل که ما کف و سقفی نداریم که بخوایم اون رو معتبر بدونیم و بر اساس اون خط روندمون رو رسم کنیم همونجوری که میبینید من هر خطی که روی این چارت بکشم شکسته میشه و تقریبا میشه گفت که اعتباری نداره حالا خط روند معتبر چی هستش؟ خط روند معتبر برای ما زمانی قابل رسمه که ما حداقل دو کف و یا دو سقف رو در قیمت داشته باشیم به این دیاگرام خوب دقت کف و سقف معتبر کف و سقفی هستش که اگر که ما خط روندش رو بخوایم رسم بکنیم اگر که ما این کف رو بخوایم معتبر در نظر بگیریم اعتبار این کف به دلیل زده شدن سقف جدیده یعنی ما زمانی میتونیم بگیم که این کف برای ما معتبره که یک سقف جدید قیمتی واسه ما ساخته باشه به فرض مثال الان این سقفی که اینجا ساخته این کف رو معتبر میکنه و بالعکس واسه روندهای نزولی ما زمانی میتونیم بگیم که خط روندمون معتبره که کف و سقف های تایید شده داشته باشیم این سقف زمانی اعتبار داره که کف قبلی خودش رو بشکنه و کف جدیدی رو واسه ما بسازه اگر که ما یک حالتی به این صورت داشته باشیم ما برای این قسمت نمیتونیم خط روندی رو در نظر بگیریم به چه دلیل به این دلیل که کف و های ما اعتبار کافی رو ندارن توی درس‌های آینده بیشتر با خط روند آشنا میشیم و مفهوم قدرت روند و انواع شکست رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم